که گزارشات صادقانه قرآن بی‌نظیر است. با مرور 14.5 سال هیچ موجودی نتوانست چنین گزارشات قطعی را به ما دهند. معلوم است که بجز از این که کلام الله باشد دیگر نیست. گزارش درون دل را هیچ دنیا نمی‌فهمد مگر در قرآن از درون دل گزارش می‌رسد. میفهمیم که غیر از الله دیگه کسی کلامش نیست. در بخاری یک حدیث میاد به نام ابن صیاد، یک کودک نابالغ در حیات رسول گرامی است، بسیار مکار، هر چیز میگه. بعد رسول گرامی یک روز میره، قصهش دراز است، میگه به تو چه رقم قصه میآید؟ قصه دراز است، میگه رسول گرامی صلی الله علیه وسلم میگه یک چیز هم در دلم میگیرم برام بگو. رسول صلی الله علیه وسلم میگه من یک چیز در دلم میگیرم تو بگو. رسول معظم در دلش دخان میگیره، دخان دوده میگه و اینمی کودک دخشم میگه، الف و نونش گفتن نمیده تا دخشم میگه. بعد رسول گرامی کاذب دجال انتخابش میکنه. آمدیم سر ازی که اگر در دنیای امروز همین تو یک کسی پیدا شوه که دخ درونی دلت بگویه، نعوذ بالله مانندی از ما دیگران نرنجن، مزخرفینی پنجاب باریم میگن یا خداست یا بچه خدا خلاص که دخ درونی دلی مرا فهمید، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. ولی با آن هم رسول گرامی او را دجال معرفی می‌کند. دوستان نهایت عزیز و دوستداران قرآن کریم، امیدوار هستم که هفته خوش، هفته به عبادت و طاعت بشه. صادقانه به قول بزرگان و متخصصای امت اسلامی، عوام کو دل می طلب ہے، دل ملت ها را طلب فرا گرفته است. زمین دل ملت ها آماده کشتن. متاسفانه ما نتوانستیم که از داشته های اسلام در دل ملت های ما روزانه و چهار فصل زرع کنیم. زمینه برای دشمن مساعد شد که دشمنان کشت خود را زرع کردند. واقعا من به بزرگانم اعتراض ندارم، تاریخ سیاه به من معلوم نیست که از کدام روز ما به غم ملت، نسل جوان، زن و مرد و عامه ملت رسیدگی نتوانست. وقتی که ما رسیدگی نتوانستیم، دشمن بهترین چانس را به خود احساس کرد، هر آنچه که داشت انجام داد. شما میدانین که ویران کردن خیلی آسان است. در دنیای پیشرفته تعمیر 20 منزله را زمانی میخواهند ویران کنند، به صورت تکنیکی از تهدابش جایی که پایه داره عرم میکنند. یک وقت سعی میکنی که 20 منزل تعمیر بعد 5 دقیقه کاملا نشست نیم، اما زمان ساختمانی از او را بیندیشین که 20 منزل چند سال در بر گرفت. تعمیر دلها که صدها سال ساختمانش زمان گرفته بود، با تکنولوژی پیشرفته از بنیاد به زمین شاند. ما اگر خواسته باشیم یک بار دیگر این اعمار کنیم، زمانی دراز میتونه. بزرگترین شکست اعمار دلها همیست که به قرآن بی باوری هاست، به قرآن کریم بی باور شدن به این سرحد. سبحان الله، کسی با واتساپ هم چیزی را رایی کرده، تصویری را شراب فروش دوستایش بسته است و بوتل شراب دمی رویش. بعد باز به تحسر گفته، افسوس به حالی وطنم، حتی شراب فروش را هم اجازه ای کار نمیدهند.
یک وقتی میگفتن که از بس که تقلب آمده حتی به شراب آب گرد میکنن. به هر صورت میاییم سر مطلب. عنوان نخستین درس امروزی ما ایست چگونه بدانیم که قرآن کتاب معجز است. چگونه بدانیم گذشت چار هیچ فکری، هیچ فصاحتی، هیچ فلسفه توانمندی پیدا نکرد که به مانند یک آیت قرآن بیاورد. لذا ایره کتاب چی میگن؟ صدای تنمش معجز، کتاب معجز که شما مشهور معجزه میگید. کتاب معجز معنایی که دنیا در برابرش عاجز مانده اند. یک جمله در عربی است: صاحب البیت ادرا بالبیت، صاحب البیت ادرا بالبیت، صاحب خانه به نظام خانه از دیگران داناتر و آگاهتر است. یک آدم خودش به عنوان مسئول یک فامیل از رمز و راز و نیازمندی و کردار خانوادهش از دیگران خیلی بیشتر می داند. قرآن کریم را عنوان کردیم که چگونه بدانیم، چطور بدانیم که قرآن کتاب معجز است. البته هفته گذشته جواب همین سوال، پاسخ همین سوال بود، اما با عنوان اعجاز علمی. دلایل هفته گذشته را نامش در تعبیرات اعجاز علمی است. از لحاظ علم و دانشی که در قرآن وجود دارد دنیا را عاجز ساخته است. امروز هم دلایل ایتو میگیم که قرآن خودش به صدای بلند و گزارشاتش میفرماید که من معجزم. چگونه بدانیم که قرآن کتاب معجز است؟ از آدرس خود قرآن کریم باید بدانیم. نخستین پاسخ در برابر این سوال امیست که گزارشات غیبی قرآن، گزارشاتی که در قرآن غیبی می آید، از غیب گزارش می دهد که هیچ کسی درکش نمی توانست، خودش به صدای بلند صدا می زند که من کتاب معجز کلام الله هم. اگر کلام الله نمی بود حتما کسی پیدا می شد که به گونه قرآن گزارش غیبی دهد. و به تفصیل گزارشات غیبیش می رویم آیستا آیستا. اما غیب یک تعریف می کنم دوستای عزیزم. هر جوانی که هستی، هر دکاندار استی، هر محصل اهل مدرسه خو خیر فن نشان است، تا زمانی که یک کلمه به شکل فرمولیک گرامری شرح نشوه مخاطب تسکینی دل نمیشه. غیبون غین یا بی با سه تا حرف است. این کلمه از سه حرفی از زبان عربی ساخته شده. معنای غیبی چیست؟ گزارشات و علم غیبی. غیبی همان را میگویند که اونمو کسی که گزارش میدهد، موجودی گزارش میدهد، اینمی علم را از دیگران نیاموخته است. علم را از دیگران چی نکرده؟ صدای تمشن نیاموخته. یعنی ذاتی که به غیب میدانه معناش این است: منشه بمو علم، منشه و منبه گزارش بمو علم غیبی، ذات معالم است، کسی دیگر به او آموزش نداده باشد. پس به سطح عموم در کره زمین و آسمان هر گزارشی که از دیگه موجود گرفته شده باشد او را غیب گفته نمی شود. دومین مطلب امر غیبی امیست اما گزارشش قطعی باشد، تخمینی در حد تفسیره نباشد. سوم این است که فراگیر است، به قدر سر سوزن در نظام هستی زمین و آسمان. ای تو یک جایی نیست که از نظر و عالم ناپدید بوده باشد. برای عالم شدن به غیب یا تفسیر غیب چند قید آمد؟ صدایتا میشنم. سه، نخستین
ضرورت در تحقق غیب امیست که به خود اونمو عالم ارتباط داره که کسی دیگری به او نگفته باشد. دوم امیست که قطعی 100% می باشد. سوم امیست که فراگیر است، فراگیر در کدام جزی خاصه نیست. زمانی که شما این سه قید رعایه بکنین، به غیر از خالق زمین و آسمان دیگه موجودی را کسی تصور کردن نمیتانه که امو تو یک علم غیب داشته باش. اگر ملائکه گزارشات دارن، بگو که این گزارشاتی که داخل بطن مادر در 4 ماه قمری نوشته میکنن ملک که اینی نفر ایق عمر داره، ایق روزی داره، بدبخت است، نیکبخت است، در حالی که طفل در بطن مادر است، گزارشات 40 سالگیش ملک در اونجا نوشته میکنه. آیا ایر علم غیب گفته میشه از شما میشنم؟ نمیشه. چرا؟ این گزارش برشان کی داده؟ الله. ما گفتیم گزارش غیب کسی را برش میگیم که او از دیگه کس آموزش ندیده باشد. ایر الله برش آموزش داده. و این شکل و همین منوال پیش میریم. در دنیا انبیاء علیهم السلام گزارشاتی که پیامبر داده امروز مصداقش معلوم میگردد. آیا رسول گرامی را عالم غیب گفته میشه؟ نه خیر. چرا؟ امیر از خود گفته بود یا الله برش آموزش داده بود؟ خلاصه در یک جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ما که سر نماز استم رکوع و سجده تان صحیح بکنیم. چرا؟ بخاری حدیث است. صفای بعدی را میگه این رقم میبینم مانندی که پیش روی ما میبینم، مانندی که پیش روی ما میبینم صفای بعدی را میبینم. آیا شما و شما پرسان میکنم امیر علم غیب گفته میشه؟ نه. به خاطر که گزارش کی میته برش؟ الله. دوم امی که امی جزیه خاصه است یا در کل زمین و آسمان امی تو غیب میفهمه؟ جزیه خاصه است. از نماز بیرون میگه پشت دیوار نمیفهمم. پس یک طرف از آدرس الله برش میآید، یک طرف که فراگیر نیست، فراگیر. درست است؟ پس از این خاطر خدمتتان عرض میکنم که گزارشات غیبی در داخل قرآن کریم به ندای بلند از آدرس رسانه عالمی به دنیا نشر می دهد که من از آدرس الله هستم، از کسی دیگر نیستم. صاحب البیت ادرا بالبیت، صاحب خانه و مامور خانه بیشتر از دیگران می داند. و در عین حال یادتان باشه گزارش غیبی قرآن دو بخش مهم دارد. یکی از امور تاریخی گذشته گزارش می دهد و یکی هم از آینده گزارش می دهد. هر دو صورتش غیبی است. به این معنا منشأ برای این علم خود خالق زمین و آسمان است، از کسی آموزش ندیده و این به صورت قطعی است، به سر سوزن تخمین دیده نمی شه و این در حقیقت فراگیر است که هیچ گوشه زمین و آسمان دنیا و آخرت غایب از علم الله نیست. او کلام کلام الله است. گزارشاتی که از قصه های انبیا در قرآن میبینین لقد کان فی قصصهم عبره. شما میبینین که قصص قوم هود، صالح و قوم نوح علیه السلام، ابراهیم، عیسی، موسی، اینمی گزارشات تاریخی بسیار قوی مستند از آدرس یک رسول گرامی صلی الله علیه وسلم که خط خواندن نمیتانه، خط خوان نیست، از آدرس نمی تو یک شخص در قرآن کریم. اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا. قصه مستند یوسف با پدرش به گپ می طرفیان کیا که اذ قال یوسف اذ کزل یوسف، یوسف به پدرش گفت. پس شما ببینین امی تو یک گزارش مستند با اینمی لحن، با اینمی اندازی که بیان میکنه، گویا که یوسف زنده است، یعقوب زنده است، گفته را ایست و شنیده را ایستی. با اینمی تو یک وضعیت قصه تاریخی که اون هم قطعی باشه، یقینی باشه، بجز از این که او کلام کلام الله بوده باشد دیگه هیچ کسی توانه نداره. دنیا هم گزارش میته حالا ما یک کله قاق پیدا کردیم 7000 سال تاریخ داره، کلش شطحات است، کلش چرندیات است، کلش تخمینی هاست. بخی مطمئن باشی و از ما هم نرنج. یک وقت یک جوان گفته بود که من به محمد عبدالقاهر حسن گمان داشتم ولی بعضی قضایایش شنیدم دلم گرفت، ایم تاریک اندیشای امی قرنی چرقمی بوده. بخی مطمئن باشی، آلی اگه ای به ذهنت نشست نکرد 5 سال بعد با یقین میکنی که امی گپ است.
آنچه که از آدرس 7000 سال قبل باشه اون گزارشش از آدرس الله و رسول نباشه، به فکر ما دیگه خودتان قضاوت کنین. به فکر ما مانندی که چی میگن خواه؟ موسیقی غذای روح هست. موسیقی غذای روح هست. چرا؟ آدم علیه السلام را میگه وقتی که روح دمیده میشد، روح گفت نمیدرایم، و بعد از آن میگه از داخل وجود که کالبودش یک موسیقی نواخته شد، خوش و خرم داخل شد. فقط پرسان من اینجاست که پدر بشریت خو آدم است. در آنگاه که این قصه میشد هیچ اولادی به دنیا نداشت. این تاریخ نویس مستند ام فرزند قبل از پدر حرامزاده کی بوده که گزارش به شما داد؟ دقیقا آدم سرش این در کتاب ها نوشته شده، میال رسائلی که در جهان همی جرز است در رسال ها نوشته شده و سمتایشان دکترا هست، ولی خوش هستن که ما در کتاب چیزی را نوشتیم. یک کمی بشرمند. و در عین حال بغیر از ابلیس اللعین او تو یک موجود را الله نیافریده که مستقیما در برابر الله استاد شود که نمی کنم. روح چی کار است که بگم من نمیشه اون داخل امر الله باشه و نمیشه اون باشه؟ و یک انسانی بی وفاست مثل جینواری اینا فرامین الله را زیر پای کردن، وگرنه سابقه تاریخی در این باب ابلیس داره. پس به این خاطر خدمت عرض میکنم که گزارشات ماضی و گذشته را در قرآن که میبینین به یک سبک خاص، به یک شیوه خاص، قسمان به زبان حال است. اینی تو فکر میکنی که نمی لحظه همی قصه شده را استو میشنوی، بسیار جالب است. خواه این گزارشات امور گذشته به غیر از این که الله نگفته باشه، فمن این علم محمد صلی الله علیه و سلم، شما از همی 26 نبی که در قرآن ذکر شده مانند آن دیگر قصه ها هم هست، قضایای مستندی که از گذشته ها در قرآن است، بند بندش در 14.5 سال اما یک تایشم نشده که غلط بوده باشه. آره کجروان تاریخ مستشرقان، یعنی مستشرق که من میگم دیروز در رسانه پرسان شد مستشرق به این معناست، اما یهود نصارایی که زبان شرقشان یاد گرفتن که زبان عربی است، بعد زبان عربی را که یاد گرفتن به ثقافتهای مستند امت اسلامی اعتراض دارن، نام ازیارا مکتب استشراقی میگه، یعنی هر کسی که عربی را مغرضانه میآموزد و بر علیه قرآن و حدیث اعتراض دارد در هر گوشی دنیا باشه شرق و غرب نامش فکره مستشرق است. و این مستشریق بیچارگان میگه که در میان فرعون و هامان 600 سال میگه فاصله است. قرآن دروغ گفته که این وزیر فرعون است. جالب اینجاست که این گزارش اموری گذشته است. خالق زمین و آسمان هارون در وزیر موسی معرفی میکنه و این مستشرق فاصله 600 سال را بیان میکنه. این فرزند قبل از پدر کجا بوده که تاریخ مستند کرده؟ ما نمیتونیم گزارش الله خود غلط بگویم و از مخلوق قبل از پدر راست بگویم. عمیق فکر خود دل ما باشه. و از این خاطر خدمت عرض میکنم که علم امور گذشته کاملا بر ما درس است که قرآن کتاب چیست؟ معجز است. دنیا برش عاجز است. این مثال ها را بر ازی میتونم که با نگویی که دنیا گزارش هزاران سال قبل میتن. اگر بابایی بسیار که مردم باور نکد، یک شعر پشتو براتان میگم. یک شاعر پشتون است به نام رحمان بابا، خواه تعصب از دماغایتان بکشید. رحمان بابا میگه بسیار خوب شعر گفت. باز کدام نفر میگه برو بابا شعرهای از رو ما استادکایی میگم. میگه برو نمیتانی. میگه خیلیکش خوب بگو. باز میگه رحمان بابا گفت جان زما جانان زما زار شما تر جانان زما. میگه جانم از الله من است، الله از من است، بنازم امی تو الله را. معنایش امیست. باز اون نفر میگه من در او برد میگم چرگی دی چرگان زما گرزی پدیران زما. معنای از چی الفاظ سعی که بسیار شباهت داره. جان زما جانان زما چرگی دی چرگان زما گرزی پدیران زما. اما معنای او را خوب فهمیدی. معنای دومی چیست؟ مرغای ما سری خاکسترا میگه. گزارشات امور هزاران سال قبل از تاریخ آدم و غیره به اساس علوم امروزی فقط مفهومش و نمو شعریست که مرغای ما سر خاکستر میگرده در برابر کلام الله. با نگو که به امور تاریخی به اعتنایی کردی، نه در مقابل الله رب العزه، آنچه که در مقابل گزارش الله باشه.
دوم از گزارشات آینده که سخن میگه قرآن شما سعی میکنه در سوره روم، در سوره روم میگه که الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. میگه روم امپراتوری دنیا مغلوب است ولی به کمترین فرصت پس غالب می شود، به کمترین فرصت فی بضع سنین. در ادامه لله الامر من قبل و من بعد، میگه گزارش قبلی و بعدی کلش مربوط الله است. و یوم ایدی یفرح المؤمنون، و اونجا روز خوشحالی مؤمنان هم هست. دو گزارش غیبی داد، یکی که اونجا روم والا اهل کتاب بودن، فارس آتش پرست بودن، گرچه هر دو کافر بودن، اما با غلبه اهل کتاب مؤمنان حد اقل خوش می شدن کتاب آسمانی خدا را. ولی این گزارش قرآن کریم داد که هو به هو امی گزارش حسب موقع در مصداق عینیش دیده شد. گزارش باز اینجا میگن آصف گزارشات خدای شرایط هم است که پیش بینی میکنن، پیش بینی های عصر امروزی به اساس تخمین است. امو سه قید بمان، قصه قید بمان، یا به اساس قرائن است یا به تجربه است، یک چیز خود در میان هست، مانند سیستمی که آب و هوا را بیان میکنن. الله رب العزت ابر و باد و هوا و همه چیز خلق میکنه، حرکت های سریع و تیز و تندش نشان میده به اساس امکانات. بازی ها تخمین میزنن که میباره. اگر الله رب العزت این وضعیت ها را خلق نکنه، مرد هستن خوب با پیش بینی کنن، و پیش بینی هایشان هم قطعی نیست. برای روز پیش برای روز میگه بارانی گم شد رفت پشت کارش. به هر صورت هدفم در اینجاست که گزارش از امور آینده مانند مغلوبیت روم و غالبیتشان از گزارشاتی بود که همان گونه که قرآن گزارش داد همان گونه شد. در سوره قمر سیهزم الجمع و یولون الدبر، متعلق به قضیه های بدر و شکست مشرکین گزارش قبلی داده بود قرآن کریم. وقتی که گزارش قبلی را داد، سرانجام هو به هو 313 نفر در برابری یک قطعه بزرگ 1000 نفری به عنوان قطعه چند و چند دشمن همه تارومار شد. گزارشات آینده که هو به هو صادق می آید، بزرگترین دلیل برای اعجاز قرآن است. چگونه بدانیم که قرآن کتاب معجز است؟ در هر بند شما به خود برنامه بگیریم. گزارشات امور گذشته را که ما گفتم ناگزیر است که در تقسیم اوقات مطالعه قصص انبیا را بخوانیم. دوم گفتم گزارش از امور آینده، بعد از آن قصه روم و فارس در میان آمد به اساس روشنایی قرآن و سنت، شکست مشرکین در قضایای بدر به میان آمد، و سیومش الله رب العزت گفت که لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون. 27 سوره فتح است. شما خوب میدانین که مکه معظمه در تسلط دشمن، بحث ما بر سر اعجاز قرآن کریم است و ناگزیر قضایای مهمی در اینجا می آید به نام فقه و سیرت هر چیز می آید. الله رب العزت می فهمی چی میگه؟ یک دوره در خواب رسول گرامی اشاره می کنه که شما فتح مکه می کنین، و بعد در نص صریح قرآن بیان می کنه، میگه لتدخلن المسجد الحرام، بدون شک 100% فتح مکه معظمه میشه، فاتحانه وارد مکه میشوید و داخل مسجد الحرام میشوید. اینک گزارش الله است ولی به مشیت الله کار میشه. میگه اونمو رقم که گزارش میته اونمو رقم فتح مکه میشه، امو رقم فتح مکه میشه و دنیا در حیرت. امیال تحولی که در افغانستان آمده هیچ طرف به این باورمند نبود، نه طرف دولت جمهوری و نه طرف امارت، هیچ کدامش به این باورمند نبود که این قضیه میشه. خودشان در سطح رسانه میگه ما به این باور نبودیم، ولی گزارشات را که الله رب العزه میتن او قطعیست به اون سه شرطی که من خدمتتان بیان کرد. و عدف هم ایست که در از گزارشات آینده مثال دادیم، یعنی از گزارشات غیبی و آینده خودش دلالت به اعجاز قرآن میکند. یا گزارش مرگ ابو لهب، تبت یدا ابی لهب و تب، سبحان الله،
ای کاش که همی سوره را که همیش در نماز میخوانیم نسل جوانی که به حیث پسر مسلمان و فرزند مسلمان هستند میدانستند که معنای ازی چیست. الله رب العزت در اینجا گزارش هلاکت ابو لهب میده. ابو لهب در جنگ کشته نمیش، ابو لهب بر علی رسول پیروز نمیش، ابو لهب به مرگی که به نام مرگ طبیعی در اصطلاح مردم میگن به معجل که میمره اونمو رقم از دنیا میره، دقیقا در گودال افتیده بود، از بویش کسی نزدیک نمیشد. تبت یدا ابی لهب، هلاک با دستان ابی لهب، و تب خودشم هلاک شد. و در ادامه میگه که ما اغنا عنه ماله و ما کسب، میگه نه مالش از دفاع کرد نه کسبش از دفاع میکنه در قیامت. یک طرف گزارش هلاکت دنیایش میتر، یک طرف که در قیامت هم هیچ موجودی از دفاع کرده نمیتونه که پیزی خلاص است. و حالی که دیدیم در دنیا خو مرد، گزارش قرآن راست برآمد، در آخرت نیز همه میدانند که ابدالآباد در جهنم است. این که هزاران سال میلیون سال هم که باشه، گزارش قرآن قطعی است، فراگیر است، از ذات الله رب العزت شروع شده. پس از این خاطر باز اگر جایی شنیدی گفته شد که عذاب ابو لهب تخفیف می شود، سال یک دوره و ممر یک دوره، کاملا گزارشات شطحات و فکاهی است در برابر این آیت قرآن که ما اغنى عنه ماله و ما کسب، نه مالش نه کسبش هیچ چیزش از ابو لهب دفاع نمید. در اینجا مو یک فرمول اضافی اشاره می کنم متعلق به کسی که از دنیا به ایمان رفته، به استثنای ابو طالب، به استثنای ابو طالب که در مسلم حدیث است، تخفیف عذاب از او هم چنان است که از پایش که شروع میشه از دماغایش مانند دی که شربرنج هم تو فساد جوش کرده میریزه، اون تخفیفش هم قصد. ولی دیگر در سطح دنیا هیچ کافر و مشرک را کسی نمیتاند بگوید که عذابش تخفیف میشه. چرا؟ ولا یخفف عنهم العذاب و عین شکل تبت یدا ابی لهب. هدفم در گزارشات صادقانه قرآن کریم بود که گزارشات صادقانه قرآن بی‌نظیر است. با مرور 14.5 سال هیچ موجودی نتوانست چنین گزارشات قطعی را به ما دهند. معلوم است که بجز از این که کلام الله باشد دیگه نیست. بنان عنوان کردم که چطور بدانیم که قرآن کتاب معجز است و جوابش که صاحب البیت ادرا بالبیت، خود صاحب بیت ادرا بالبیت است. سبحان الله. جالبتر از همه بنام خفایا و نفوس یک مطلب است، یعنی در عمق دل چیزی را که انسان در دلش مخفی کرده باش، هیچ کسی او را نمیداند بغیر از الله رب العزه. دنیای تکنولوژی یک کار کردن خواه، ما یک وقتای در جوانیم گفته بودم که فیسبوک یعنی چی؟ فیسبوک انسانی که لباس بتن نداشته باشه، حاصلش هم است. فیسبوک به معنایی که انسان لباس به تن نداشته باشه، اسرار محرمش کل دنیا ببینه، این نیست. جالب است که دنیا یک عمر تلاش کردن که به مرحله برسن مجرم بگیرن، از دلش خبر شون که در دل چی تصمیم داشت، مگر موفق نشدن. سرانجام فیسبوک اختراع کردن، نسل جوان مسلمان آنچه که سالیان سال در دل داشت با فرند خود او را سرازیر کرد، خبر نشد که مسئول شبکه میدانه، خبر نشد، هر چی که خصوصی داشت از زن و شوهر شروع تا فرندش تا بای فرند و گر فرند هر بلایی که هست کل زیره به ایمان بگو رازشانه کشیدن یا نه. نه تنها که دشمن به راز دل ازیا خبر شد، خود ما پیسه دادیم، خود ما فعالش کردیم، خود ما برش گفتیم، ایتو باور کردیم که شاید کس نفهم. سوی واتساب محرم است فلان، نه بابا محرم ده. تلگرام نه، تلفن و دگیرش آمد باز کتید گپ میزنه که محرمیت ده کجاست. به هر صورت میاین گزارش درون دل را هیچ دنیا نمیفهمه، مگر در قرآن از درون دل گزارش میرسه، میفهمیم که غیر از الله دیگه کسی کلامش نیست. یگان وقت ما میگم خواه، متاسفانه عقیده ها خیلی سست و بی‌بنیاد است. ما در بخش عقیده همین قرآنه که برتان معرفی میکنم، همین خودش جزی عقیده است. در بخاری یک حدیث میاد به نام ابن سیاد، یک کودک نابالغ در حیات رسول گرامی است، بسیار مکار، هر چیز میگه. بعد رسول گرامی یک روز میره قصهش دراز است، میگه به تو چه رقم قصه میآید؟
عیسی دراز است میگه رسول گرامی صلی الله علیه و سلم میگه یک چیز ما در دلم میگیرم برام بگو. رسول صلی الله علیه و سلم میگه من یک چیز در دلم میگیرم تو بگو. رسول معظم در دلش دخان میگیره، دخان دود میگه و اینمی کودک دخش میگه الف و نونش گفتن نمی تا دخش میگه. بعد رسول گرامی کاذب دجال انتخابش میکنه. آمدیم سر ازی که اگر در دنیای امروز همین تو یک کسی پیدا شوه که دخ درونی دلت بگویه، نعوذ بالله مانندی از ما دیگران نرنجن مزخرفینی پنجاب باریم میگن یا خداست یا بچه خدا خلاص که دخ درونی دلی مرا فهمید، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. ولی با آن هم رسول گرامی او را دجال معرفی. بیاییم که حرف درون دل را قرآن گفته باشه 100% راست باشه، قطعی باشه، یک سری سوزن دروغ نباشه. اما کجاست؟ اهل مدرسه هم فکرش به این نمیرست، از ما با خوبان کاری نیست. گزارشات منافقین اذا جاءک المنافقون، گزارشاتی که منافقین در سفر در حضر در کجایی که در دلشان تصمیم میگیره بندش الله بر رسول معظم چی میده؟ گزارش میده. خود پیامبرم نمیدانه، صحابه نمیدانه، هیچ کسی نمیدانه. اونام آمنا میگه مثل صحابه، پشت رسول اقتدا میکنه، در اجتماعات زندگی میکنن بغیر از اینکه گزارش درون دلشان الله دهد دیگه کسی؟ بگوین در آیه های سوره حشر میایه میگه یقولون لإخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، با یهود ملت اهل کتاب گفتن که لئن اخرجتم لنخرجن، در برابر پیامبر استاد شوین، اگر شما را تبعید شد ما کتیتان میبرایم. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، هیچ کسی را در برابر شما فرمانش نمیپذیریم. و این قوتلتم لننصرنکم، اگر با شما جنگ شد کتیتان نصرت میکنیم. الله اینمی گزارش درون دل ملتا را بر رسول معظم گزارش داد. والله یشهد انهم لکاذبون. صحیح کالی ای تو ایجر معنا را صحیح بگیم، ای رخو از دل کشیدن، خوب صحیح کو از دل کشیدن که ما اگر شما یهود بنی قریظه از مدینه اخراج شدین کتیتان ساحه را ترک میکنیم میبراییم، اگر با شما رسول گرامی قتال کنه در صف شما میستیم. ای را خو از زبان کشیده، ما ای را نمیگم. اینمی گفته ها کلش از درون دل دروغ است. در ظاهر خو گفتن اما دروغی درون دلش الله میگه که والله یشهد انهم لکاذبون. میگه این گفایشم کلش دروغ است. سبحان الله، قبل از اینکه دروغ برای دروغ میگه، قبل از اینکه دروغ بودن عزیز ثابت شود، یهود کشیده شد یا نبود، یهود بر علیشان قتال شد یا همکاری نکرد. این همی گزارشی که از همی عمق دل زیاد دروغشان گفت همی جز از الله کسی دیگر امکان دار؟ ایره به نام کشف خفایا نفوس میگه، اینی از درون دل چیزی که گزارشات داری. قرآن میگه وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، آنچه در دلت میگردن قبل از اینکه در دل تو عالم شوی الله به ایدان ها بوده است. قبل از اینکه تو عمق دلت سخنی را بدانی الله دانست. بدون شک که قرآن کلام کیست؟ کلام الله رب العزت است. در تمام موارد آنچه که متعلق به منافقین می شود ایره گزارشات غیبی از امور آینده یا از عمق دل منافقین. اینمی آیات که متعلق به منافقین است بند بند یزی به صدای بلند رسانه‌ای اعلان میکنه که من خودم کلام الله هستم، کسی دیگر این وضعیت در توانش نیست. جالب اینجاست یک طرف ایره ما بر علی مستشرقان امت در شرایط امروزی خود را آماده به دلیل کردیم، یک طرف در برابر مزخرفین ناخداگاهان هم در این وطن کسایی هستند که علم غیب به بنده ها می دهند. میگه در مسیری را می رفتیم در دل ما گشت که نمی جه رفتیم نان کم میاره سیر نمیشیم. میگه وقتی که نان خوردیم سیر شدیم گفت بخو، در آخو می گفتی که سیر نمیشیم. ای وضعیت اگر به این عقیده کسی از دنیا میره با روز قیامت خودش میدانه و خالقش میدانه.
بیایم در سوره های در سوره تحریم رسول گرامی به یک خانمش راز میکنه. شما ایر از ما پرسان نکنین که راز چیست، ایر با سوره تحریم در تفسیر بخوانین. ما به شما وظیفه خانگی واجب منزل میدهم، چون بخش ما او نیست، بخش کار ما از این آیه چیزی دیگر است. وقتی که ایر گزارش میته راز میکنه که به کسی دیگر نه، و این راز خانم به انباقش میگه. الله رب العزت به رسول گرامی میگه که رازت خوب گفت. پس او را میطلبد به یک صورت بسیار حکیمانه، میگه می راز خیالم کشیدی. باز خانمش میگه من انباق هذا، آلی سری از او بدگمان میشه، سری انباقش که من دو گفته بودم که نگو، اینمی حتما گفته. من انبأك هذا، ده تو کی گزارش داد یا رسول الله؟ رسول گرامی میگه قال نبأني العليم الخبير، بما الله دانای خبردار گفت. سبحان الله. پس اینجا شما سعی کنید گزارشی که در بین دو زنانه سرازیر میشه، نه اینجا کمری امنیتی است، نه اینجا جاسوس است، نه اینجا اسباب ثبت است، نه چیزی دیگر، هیچ چیزی نیست. اینمی تو گزارش محرمی دو خواهر خونده را کی بر رسول گرامی رسان صدای تمشت. الله رب العزه. پس فهمیده می شود که هر بند قرآن خودش صدا می کنه من معجز استم. وقتی که ما از قرآن فاصله بگیریم، خواه یک مقوله عربی است، این من لم یعرف الفقه فقد صنف فیه کتابا، کسی که فقه نمیدانه در فقه کتاب نویشته کرده. شما از امو چی باور دارین؟ چی برداشت خواد با خود بردین؟ یک چیز خوب بگوین. فقه نمیدانه در فقه کتاب نویشته، از او چی باور دارین؟ هیچ. بسیار سنگین است، نیست سر از یک عمیق بیندیشیم. حال ما قرآن نمیدانیم، میگم قرآن کلام الله نیست، خواب محمد است، اوس و وسواس سوی است، بالاخره میپسان. هدفم در اینجاست که یک دوره قرآن بدانیم، بعد از اون ما گپ بزنیم. همین قرآن ندانسته چی فایده میکنه؟ سبحان الله. قدر زر کی میدانه؟ زرگر. پس به اساس شما یک طرف نگاه کردین که رسول عالم غیب نیست، دیدی؟ گفت به تو کی گزارش دادی را؟ نگفت که من خودم میدانم. یک نفر از اینجا در کندوز میمان بود، مردانه برام قصه کرد. خانمم گفته که حویلی خالیست، بیا خواهر برایم داخل حویلی، کس مسی نیست. گفت نه، شوهرم در فاصله های 200 کیلومتر مرا میداند که از خانه برام. او را تو درس گفته، او شوهری بیچاره همو تو درس گفته. خدا بابا میگه از کابل آمدی؟ میگه در مسیر را خوابت آمدی؟ نیست، خوابم نیامد. او آلی خدا یک چیزی ثابت میکنه، از کابل تا ایجا که هر کسی سوار شد یک خواب میازد. گفت نه خواب نه. گفت یک پینکایی خواب خواهمد. گفت نه، یک مرده که قیصدان بود خیلی قیصه کرد، خواب ما نیامد. آخر نتانست ثابت کرد، میتانست که والا که شب خواب کردی آب دان سر بالشت میرنی دیگه. یا همی هر چیزی که در دانشان میاید، هر چیز گفته میرن. بیایم یک کمی سر قضایات درست شویم. رسول گرامی را میگه من انبأک هذا، تو را کی گزارش داد که در بین دو خواهر خونده است؟ نبأني العليم الخبير، مرا خالق زمین و آسمان که دانا و خبردار است، او گزارش داد. رسول معظم غیب نمیفهمه دمی دنیا، او کسی که میفهمه چیست. یک بلای دیگر در اینجا کشیدن که علم غیب بنده میفهمه. لیاز خدا الله رب العزت رحم بفرماید. به هر صورت یک جمله در مقوله عربی ها علی مدرسه میفهمه، شما نمیفهمین. کل سر جاوز الاثنین شاع، عربیش امزه وصلیه را قطعی خواندم، ملا صاحب اعتراض نکوجه نکته داره. هر رازی که از دو تجاوز کرد میگه با او شایع میشه. یک عمر ایتو معنا کردن که دو نفر گفتن، ده یک نفر خیر است، معنایش اونیست. هر رازی که از زیر دندان سنایا بیرون شد اونمو میبره. شما دیدین در هر دنیایی که زندگی کردین که میبراید. یک جمله در جمعه مدارم میگم که یک نفر میگه یک گزارش خوب برات میگم، قسمت میتونم به کسی نگو. او برادر امی خودت این قدر اعتماد که سری از او میکنی، سری خودت اعتماد نکردی، امیره نمیگفتی، امیره نمیگفتی.
علی را که گفتی مطمئن باشی که میبره با حلف و قسم میبره، از زیر دندان سنایایت برامد میبره. بس از این خاطر الله رب العزت به ما و شما رحم کنه. جناب قرآن کریم با مو دلائلی که عرض کردم صحبت جمع میکنم، وقتم پوره شد. یعنی چی بونه بدانیم که قرآن کتاب چیست؟ معجز است، اینمی عنوانش است. از گزارشات غیبیش میدانیم، یا از امور گذشته که غیبی است، یا از امور آینده که غیبی است. دمی بند بند مثال دادیم و یکی از گزارشات غیبی بر علاوه گذشته و آینده راز درون دل را چنان کشف کرده که همی خلاصه یک سر سودم تخلف نیست، مثل وضعیت منافقین و گزارش را که رسول گرامی به خانومش گفت و او را گفت نگو، گفت بعد سرانجام خبر شد. اینا کلشان یک سره خودش صدا میکنه که من قرآنی هستم که کتاب الله هستم. الله رب العزت اول مره بعد شما را و حاضرین و غایبین همه دوستا در هر گوشی دنیا هستن، حب قرآن در تا دم مرگ از ما نگیرد. الله زندگی آرام آسوده زیر طاعت الهی نصیب ما بگرداند. نظامداران ما را، ثروتمندای ما را الله را بلعزت خادم دین و وطن بگرداند. لحظات یک ساعتی که در اینجا شما می باشین الله روز قیامت در حسناتتان شما را بگرداند. موفق و سربلند باشین. سبحانک اللهم و بحمدک، نشهد و لا اله الا انت، استغفرک و